اصولا یه مسئله هست که موضوع نفرین رو که الان شنیدیم دیگه، بعض اینه که شاید بدترین نوعش این باشه که خودمون این تخریب رو رو خودمون پیاده بکنیم. و به طور کلی این مسئله رو ما حالا در بحث انالحق و در بحث درک جمال یار و درک اینما تولو فسم وجه الله اونجا متوجه شدیم که اگر به اون آگاهی برسیم همه جا پرتو روی اوست، همه چی تجلی اوست و زبان به نفرین باز نخواهد شد. یکی از حالا اینجا قبل از کلاسمون جناب آقای صراف دوست عزیزمون سوال این بود که رسیدن به انالحق و اینها چه نشانه ای داره، داشتیم صحبت میکردیم اینجا قبل از کلاس، چند تا از دوستانم حضور داشتن، بحث نشانه های رسیدن به انالحق چیز خاصی نیست که نشون بده مثلا قدرت خدایی باشه. منصور علاج رو گرفتن گفتن من نمیگه من خدام، انالحق من نمیگه، خودتون نجات بده ببینیم، این زنجیرها رو پاره کن ببینیم. یا عیسی مسیح علیه السلام همین رو میگفتن، میگفتن من نمیگه پسر خدام، پسر خدام به نوعی همون انالحق رو اون میخواست بگه، منظورش این نبود که خدا ازدواج کرده و فرزندی داره و منم پسرشم، منظور اصلا این نبود، منظور همون انالحق به زبان دیگری است. بعد میگفتن که پسر خدا خودتون نجات بده، زمانی که صلیب بر دوش میره و در داستان ها هست اینه که میگفتن یه ایدهش از اون دور به مسخره میگفتن پسر خدا خودتون نجات بده، همچی چیزی نداره. از مظاهرش اینه که اون دهانش به نفرین هرگز باز نشد، دهانش به دشنام، به نفرین، به ناسزاگویی، به استهزا، مسخره کردن. تجلی الهی رو که مسخره نمی کنیم، وقتی یکی رو به استهزا باز شد یعنی یک گوشه ای از تجلی الهی رو داره مسخره می کنیم. اینها از جمله از مظاهرشه. حالا دیگه به هر حال تمام وقت در دعا بودن که اینا نمی فهمن، اینا رو هدایت بکن، برای اونها در دعا بودن و در طلب خیر بودن برای اونها. و حالا خب این درکی هم که به خودشون میدن درونی، اون درک رو که نمیتونه بیاد بگه ببینید من چه گستردگی رو احساس میکنم، نمیتونه که چیزی نشون دادنی اصولا نیست در تعالی و در عرفان، چیزی نیست که اصولا به رخ بکشی. اینو دور دو با هم صحبت کردیم دیگه، این حرفا نیست که، یه تجلیاتی داره مثل همین که همه دیدن که اینا دهانشون به دشنام، به استهزا، به نفرین باز نشد که نشد، یه همچی چیزایی رو تاریخ گزارش میده، ولی اصل ماجرا رو اونا نمیتونستن بیان خودشون رو پشت رو کنن بگن ببینید ما چه گستردگی رو چه نمیدونم چی رو داشتیم.